اخیرا در واشنگتن موجودیت پروژه اعلام شد زیر عنوان پروژه قغنوس شاهزاده رضا پهلوی در اولین جلسه رسمی آن اعلام کرد که این پروژه که خود او مبتکران است مجمعی است از دانشوران در حوزه های مختلف علمی و مأموریت آن پیدا کردن راه برای مشکلات ایران است اللهیار کنگرلور رئیس گروه فیزیک و مهندسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک و مهمان من در این برنامه مدیر این پروژه است این جمع قرار است در حوزه های مختلف تحقیق کنند و طرح و برنامه بدهند طرح و برنامه هایی که از تبدیل گردن کبیر لوت به یکی از بزرگترین میدان های تولید انرژی خورشیدی در جهان گرفته تا تبدیل ایران به یکی از پنج مقصد گردشگری دنیا را شامل می شود این گروه قرار است طرح و برنامه هایش را به دولت آینده ارائه کند کدام دولت آینده و اون دولت آینده قرار است چگونه و کی به وجود بیاید آقای علایه هاری از نیویورک به برنامه بهعبارت دیگر خوش آمدید خیلی متشکرم جناب فانی خیلی ممنون برای دعوتتون آقای کنگلو ظاهرا این پروژه عملا در مهر امسال تشکیل شده بوده و اخیرا در واشنگتن جلسه اعلام موجودیت اون برگزار شد ایده اولی از کجا آمد؟ ایده اولیه از جانب شاهزاده رضا پهلوی اومد که حدود دو سال پیش با من تماس گرفتن البته ایشون در این مورد کارهای زیادی قبلا هم کرده بودن با کسان دیگری و دو سال پیش که به سراغ من اومدن و از من خواستن که این ایده رو تبدیلش به سازمان منسجم و متشکل از دانشمندان و متخصصین ایرانی بکنیم در بعد به همین بحثمون در صحبتمون در این ایده به نظر من ایده بسیار جالبی اومد من تا حالا هم چیزی رو در نه در ایران نه در هیچ کشور دیگه ندیده بودم که یک روح علمی دانشمندانی که متعلق به یک کشور دیگر هستن خارج از کشورشون یک سازمان علمی برای تحقیق در مورد مسائل حاد و دامنگیر جامعه که چندین سال درش زندگی نکردن رو تشکیل بدن بعد موقع در مورد فلسفه وجود این صحبت کردیم با شاهزاده خیلی به نظر من منطقی اومد و خیلی به نظر من می اومد که میتونه دانشمندان زیادی که داخل خارج از کشور هستن و اونایی که داخل کشور هستن در صورتی که باشون بتونیم تماس برقرار بکنیم رو در حول هدفی که ما بعدا نوشتیم و در مرامنامه و اساسنامه سازمان تدوینش کردیم اینا رو بسیجشون بکنیم و بتونیم به کار کردن و بتونیم در, در حقیقت پروژه های ما میشه یه چیزی شبیه مثلا یه دولت ما دولت نیستیم کار سیاسی هم نمی کنیم ولی به طور کلی همونطوری که یک دولت در یک کشوری به تمام جنبه های زندگی مردم اون کشور کار داره و براش برنامه داره ما از نظر علمی به تمام جنبه هایی که زندگی مردم ایران رو اثر گذاشته روش از نظر محیط زیست از نظر انرژی از نظر سیاست از نظر پزشکی و سلامت تن و روان مردم امور بهداشتی و امور بیمه تمام امور زندگی توریسم و توسعه شهری تمام ایران ما براش گروه رو تشکیل دادیم کسانی رو عضو گرفتیم با متخصصینی صحبت کردیم که این گروه ها رو راه و در حال حاضر ققنوس در چهارده تا گروه کاری داره تشکیل شده داره کار میکنه یعنی به عبارت دیگه آقای استر... کنگرلو یعنی شما یک دولت در تبعید هستید نه ما دولت در تبعید نیستیم ما فرق ما با دولت اینه که ما یک س... ما اندیشکده علمی هستیم اندیشکده های علمی بازوی اجرایی ندارن ما نه بازوی اجرایی داریم و نه میخواهیم داشته باشیم برای اینکه ما اکادمیشن هستیم کسانی هستیم که تمام عمرمون رو به کار و پژوهش در درون طبیعت تخصیص دادیم و این کار رو فقط بلدیم میتونیم راه ارائه بدیم میتونیم ناشناخته ها رو به شناخته ها تبدیل بکنیم میتونیم توی تمام جنبه های زندگی مردمی که در... واقعا دارن ازش زج میکشن و اثر گذاشته روی زندگی مردم ما میتونیم رو کار کنیم و متخصص براش داریم و متخصص های دیگه هم برای زمینه هایی که فعلا در ققنوس گروه اجرایی نداریم رو ما به همکاری با خودمون دعوت خواهیم کرد و یک چارچوبی رو یک سازمان و تشکیلاتی رو ما درست خواهیم کرد که دانشمندان بدون واقعا تغییر فرهنگ خودشون برای اینکه دانشمندان به یک اخلاق علمی و یک فرهنگ علمی مجهزند و عادت دارند و بیرون از این فرهنگ علمی واقعا مثل ماهی بیرون آبند ما میخوایم که دانشمندان ما هیچ کاری به جز دانش نکنند ما نه صدای به قدرت سیاسی رسیدن داریم و نه برنامه برای اینکه به مورد اجرا گذاشتن ترهامون حالا آم... تا به حال اعضاتون چند نفرن و همینطور که شما خودتان گفتین شاهزاده رضا پهلوی در جلسه افتتاحیه گفتش که امیدوارن حتی داخل ایران هم دی مثلا ملحق بشن به شماها تا به حال چند تا عضو دارین شما و آیا در از ایران هم تماسی داشتید با کسانی از کارشناسان ما هسته مرکزی بنیانگذاران و هیئت امنای قغنوس سی نفر ساینتیست دانشمندن و متخصصن پزشک و حقوقدان و متخصص علوم اجتماعی و علوم سیاسی هستند که ما اون سازمان و تشکیلات قغنوس و برنامه‌ریزی که که در نهایت به کنفرانس مطبوعاتی اعلام موجودیت توی واشنگتن دی سی ختم شد رو با اونا ریختیم با هم دیگه از روز بعد از برنامه از روز 23 فوریه یعنی بعد از اعلام موجودیت ما در ظرف یک هفته حدود 798 تا تقاضا از درون بیشتر از درون ایران و از دانشمندان و متخصین متخصصین خارج از کشور دریافت کردیم بنابراین میشه گفت که با استقبال عظیمی روبرو شدیم با, با وجود مدت کوتاهی که واقعا از اعلام موجودیت رسمی ما میگذره ما برنامه بعدی که ترتیب دادیم روز اول تا سوم جون در تورنتو کانادا است که اولین کنفرانس علمی ما خواهد بود و در این کنفرانس سرپرست های هر کارگروه علمی ققنوس کارهایی که از ایران و از خارج از کشور رو تونستن جذب بکنن برای ارائه به این کنفرانس رو در برنامه های موازی در سشن های موازی و در جلسات موازی یا در جلساتی که به،, به, به،, طور پشت سر هم انجام خواهد شد رو ما هنوز واقعا جزئیاتش رو طراحی میکنیم در دو روز اینا رو انجام خواهیم داد حالا با توجه به که آقای آقای کنگل با اینکه به حال این, این پروژه ابتکار شاهزاده رضا پهلوی و ایشون هم یکی از مخالفان سرسخت جمهوری اسلامی و خواهان فروپاشی نظام اسلامی هستند شما فکر میکنید که براتون آسون خواهد بود که شما با کارشناسان داخل کشور همکاری بکنید اونها میتونن اصولا با شما همکاری بکنن من همونطور که گفتم هیته کار ما و تمرکز ما روی علمه ما هیچ به هیچ جناهی بستگی نداریم به هیچ گروه سیاسی بستگی نداریم به هیچ حزبی بستگی نداریم با وجود اینکه شاهزاده رضا پهلوی مبتکر این طرح بودن ولی خودشون همونطوری که در کنفرانس مطبوعاتی خیلی به وضوح اعلام کردن و همونطوری هم که در جاهای دیگه در آینده خواهند گفت ایشون هیچ دلیلی نمیبینن و هیچ اصراری ندارن که مهر خودشون رو این سازمان بزنند. و ایشون دلشون میخواد که این سازمان خیلی فراگیر باشه و صرفا و صرفا علمی باقی بمونه که ما بتونیم در آینده یه چیزی شبیه مثلا نشنال Institute اف هلت یا مثلا سازمان ملی سلامت امریکا یا نشنال ساینس Foundation سازمان ملی علوم امریکا و یا سازمان علمی که در اروپا و در کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارن و مستقل از دولت و مستقل از جناحبازی های سیاسی عمل میکنن انجام وظیفه بکنیم ایشون خیلی معتقدند که یک همچین سازمانی میتونه هم در حال حاضر جامعه ایران و هم در آینده ایران که یک ایران دموکراتیک داشته باشیم یه همچین سازمانی میتونه بسیار بسیار راهگشا باشه شما فکر میکنید که یک همچون سازمان های تشکیلاتی کارشناس هایی در داخل ایران وجود نداره و اگر نداره آیا امکان وجودش نیست که شما در خارج همچون تشکیلاتی رو تش... ایجاد کردید این سوالتون با اون سوال قبلیتون یه جورایی به همدیگه ارتباط داره اینی که واقعا ما اولا سیاسی نیستیم بنابراین به ماهیت جمهوری اسلامی ما قصد سرنگونی جمهوری اسلامی نداریم ما معتقدیم که اگر علم به عنوان مبنای تصمیم گیری ها استفاده بشه و آلمان به عنوان مراجع تصمیم گیری به عنوان کارگزاران تصمیم های سیاسی اجتماعی هنری ورزشی و هر نوعی در جامعه انجام بشه کار به یک روش دیگری ادامه خواهد داد در به یک پاشنه دیگری خواهد چرخید ما معتقدیم که جمهوری اسلامی به لحاظ ایدئولوژیک بودنش قابلیت و صلاحیت استفاده از دانشمندانی که بسیار زیاد در درون ایران وجود دارند همشون هم از صلاحیت های بسیار بالایی برخوردارن و ما اونا را همکاران و همفکران خودمون میدونیم قابلیت استفاده از اونا را نداره به لحاظ ایدئولوژیک بودنش ما معتقدیم که چون همچین قید و بندی به پاها و دستهای دانشمندان و متخصصین ایرانی خارج از کشور بسته نشده ما میتونیم کاری بکنیم که واقعا علم کارایی علم رو به منصه ظهور بذاریم توی پلتفرم مختلفی که قغنوس در آینده انجام خواهد داد و, و در موردش ما هم سازمان قغنوس و هم مطمئنم هم رسانه های ایرانی اطلاع رسانی خواهند کرد بنابراین در جواب شما میشه گفت که نه دانشمندان ایرانی با وجود اینکه از علم کافی برخوردارن با وجودی که از تخصص های بالایی برخوردارن فضا و زمینه که بتونن علمشون رو در خدمت بهبود وضع مردم کشور بذارن در اختیارشون نیست و دقیقا از همین موضع ما این نیاز فوری و فوتی رو احساس کردیم و کمر به برای سازمان قومس بستیم بسیار خب حالا قاعدتا باید همچون پروژه بزرگی که شما الان توضیح دادی که در همه زمینه های مسائل اجتماعی جامعه شما می‌خواین که تحقیق بکنید و طرح و برنامه بدید قاعدتا باید یک پروژه پرخرجی باشه شما هزینهش رو از کجا تمین میکنید مسلما موقعی که ما بتونیم تمام اون اهدافی رو که اعلام کردیم و بهشون برسیم هزینه پرخرجی خواهد شد ولی در شروع کار ما تمام هزینه های ما صرفا از اعضای خود قغنوس اومده از تشریک مسایی که اعضای خود قغنوس کرد ما به هیچ وجه من وجود از هیچ سازمان از هیچ حزبی یا هیچ گروهی نمیتونیم که اگر اگر به, کمک‌های کمک های مالی که به ما میکنن یک نوع قید و بندایی وابستگی داشته باشه ما نمیتونیم از اونها کمک بپذیریم ما یعنی یعنی احتمالا ممکن ممکنه کمک های مالی به شما بکنن بدون قید و بند یعنی شده آیا بند هر کس هنوز تا حالا نشده آها. تا حالا ما ما مقدار با مقدار بسیار بسیار کمی شروع کردیم که فقط از خود اعضای ققنوس اومده آها. اون مخارجی که برای اون کنفرانس مطبوعاتی توی واشنگتن دی سی پرداخت شد ولی ما براتون بگم که در واشنگتن دی سی ققنوس به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی ثبت شده و سازمان های غیر انتفاعی یک نوع معذوراتی دارن که دولت براشون و قانون براشون بسیار موجز و دقیق تعیین کرده که از کجا میتونن پول دریافت کنن از کجا می میتونن پول دریافت کنن چه نوع فعالیتایی میتونن بکنن و چه نوع نمیتونن بکنن ما باید به چارچوب این قوانین پایبند باشیم و پایبند خواهیم بود برای اینکه این که سازمان رو یک سازمان غیر انتفاعی و صرفا علمی نگهش داریم خب حالا کمک های فکری چطور آیا از سازمان ها و تشکیلات در خارج از کشور کمک های فکری میگیرید در آینده ما کمک های معنوی و کمک های فکری و کمک های مادی تمام سازمان های علمی و تمام کسانی که بخوان به هدف ققنوس و به مرامنامه ای که ما اعلام کردیم هم در کنفرانس مطبوعاتیمون و هم در وبسایتمون اعلام کردیم اگر بخوان به اون مرامنامه کمک بکنن و به ما ما رو, ما رو کمک بکنن که ما جامعه مدنی ایران رو توانمند بکنیم ما از دریافت کمک های هیچ کسی امتنا نخواهیم ورزید آم، حالا چون اسم این حرکت در واقع پروژه است و پروژه هم که شما بهتر میدونید زمانداره کی قرار یک شما برحال به به ثمر برسونین این طرح و برنامهتون رو ارائه بدید به طور کلی علم یک پروسه پیوسته و واقعا بی انتهاست ما پروژه منو اول یکی از مهمترین قسمت های این پروژه این بود که ما نشون بدیم که یک سازمان علمی متشکل از متخصصان و دانشمندان ایرانی در خارج از کشور میتونه تشکیل بشه بدون اینکه یک هفته دو هفته یا یک ماه دو ماه بعد از تشکیلش از هم بپاشه من فکر می که این اولین هدف ما هست و ما اینو تا ژانویه که ببخشید تا جون،, جون که در تورنتو اولین کنفرانسمون رو خواهیم داشت و ما اینو به منصه نمایش خواهیم گذاشت آه. بعد اون برنامه های بعدی رو توی کنفرانس دوم در کنفرانس دوم درباره کنفرانس سوم اعلام می‌کنیم و به همین ترتیب ما همواره اهدافی رو در مورد مسائل فور... ما مسائل فوری و فوتی ایران رو طبقه بندی می‌کنیم بر اساس فوریت و, و... و... اه اهمیتشون خب. بعد به اون مسائل درجه اول اول میپردازیم بعد به مسائل بعدی در آینده خواهیم پرداخت بنابراین پروژه ما واقعا پایانی نداره این پروژه هست که در آینده مدیران جوانتر نسلهای بعدی ایران این پروژه مدیریت این رو عهده خواهند گرفت و این راه رو ادامه خواهند داد خب حالا شاهزاده رضا در سخنرانی افتتاحیه گفت که طرح و برنامه های این پروژه قراره که به دولت آینده یا دولت های آینده ارائه بشه منظور از دولت آینده چیه ما به طور کلی جناب فانی ما برنامه هامون رو به طور پابلیک و واقعا در خدمت همه همگان قرار میدیم توی وبسایت ما اعلام میشه تمام کنفرانس هایی که ما داریم سمینارهایی که ما داریم برای ورود عموم برای شرکت عموم آزاده ما هیچ چیزی رو از کسی پنهان نمی کنیم. به طور کلی در علم نمیشه پنهان کاری کرد در علم تقیه وجود نداره در ما علم, علم یه خاصیت رهایی بخشی داره که موقعی که ما یه راه حلی رو پیدا کنیم اگرم حتی سعی بکنیم این راه حل بالاخره در در یعنی منظورتون اینه آقای کنگل خیلی عوض رو قد بکنم چون وقتمون خیلی کمه منظورتون اینه که این به هر حال آشکار خواهد بود در هر دولتی و در هر زمانی میشه ازش استفاده کرد یعنی اگر که شما تحقیق بله. برنامه داشته باشید و در دولت امروز جمهوری اسلامی عملی باشه شما ارائه میدید و میذارین که این تر اجرا بشه؟ ما جلوی طرحی که برای بهبود زندگی مردم ایران بخواد انجام بشه رو نمی، نمیستیم اولا ما همونطوری گفتم ما بازوی اجرایی نیست نداریم که بخوایم جلوی چیزی بیستیم ما ما یک پدیده ای رو در بررسی میکنیم تحلیل میکنیم کار تحقیقاتی میکنیم و نتیجه کار تحقیقاتی خودمون انتشار میدیم منتها در مورد این سوال مشخصی که, ای که شما کردین باید بگم که ما فکر نمیکنیم جمهوری اسلامی طرحهای ما رو جامعه عمل بپوشونه برای اینکه اگر طرحهای ما رو جامعه عمل می... اولا جم... در درون ایران به اندازه کافی دانشمند وجود داره که اگر دان... جمهوری اسلامی به علم بها میداد میتونست از اون دانشمندان در تصمیم گیری های سیاسی و در نحوه اداره کشور استفاده بکنه و لزومی به این نبود که ما قدم به میدان بذاریم دلیل اینکه ما به قدم گذاشتیم به میدان قدم گذاشتیم موانعیه که جمهوری اسلامی در سر راه متخصصین برای ارائه راه حل و برای حل مشکلات ایران ایجاد کرده اون موانع هم از نوع ایدئولوژی که ما میخوایم نشون بدیم که موقعی از درون یک سازمان علمی رخت بر ببنده چطور میتونه طرحهای ارائه, ارائه, بده که واقعا بتونه مشکلات عظیم ایران رو به سرعت حل بکنه بنابراین ما فکر نمی کنیم که جمهوری اسلامی به طرحهای ما وقعی بذاره همونطوری که در ظرف چند روز گذشته بعض از اعلام ما شروع کردن به موازی سازی و تشکیلات شبیه ما درست کردن در درون ایران و این خودش نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی معتقد نیست که طرحهای ما کارآمدی داره که بتونه به بقای نظام خدمت بکنه اینکه واقعا اون اون مسئله مهمی که دل مشکوری رهبران جمهوری اسلامی بقای نظام و نه استفاده از علم برای بهبود وضعیت وز شما خیلی خوب میدون آقای کنگلو که به هر حال طرح و هایی که آقای رضا پهلوی دارند ایشون در واقع این رو به عنوان یک دوران گذار برای اینکه چون ایشون اعتقاد دارند که جمهوری اسلامی به هر حال در حال فروپاشیه و خیلی هم دور نیست فروپاشی انجام و خودشون دارن آماده میکنن برای آینده بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی و این طرح پروژه قغنوس هم در واقع یک نوع من علتی که پرسیدم که آیا این یک دولت در تبعید یا در سایه یا هر چی که میشه اسمش گفت هست بیشتر به این منظور سیاسی شاهزاده رضا پهلویه اگر اینطوره اون وقت دیگه یعنی اون دولت آینده باید به چه شکل ایجاد بشه و تشکیل بشه که شما وقت طرحات رو بدین که اجرا بشه. من اولا در مورد این مسئله که شما گفتیم با شما موافقم که شازده رضا پهلوی اولین رهبر اپوزیسیون هستن که واقعا به علم آنچنان بها دادن که کار رو به متخصصین بسپرند و ایشون معتقدن که واقعا کار علوم سیاسی باید به علوم سی... دانشمندان علوم سیاسی کار فیزیک باید به وسیله دانشمندان فیزیک و کار محیط زیست باید به وسیله دانشمندان محیط زیست انجام بشه و این خودش واقعا یک هوای تازه در فضای اپوزیسیون سیاسی خارج از کشور شما میدونید که تمام رهبران گروه مختلف اپوزیسیون خودشون رو عالم دهر میدونن و در, در تمام مسائل خودشون صلاحیت اینی که واقعا راه، نظریات راهگشایانه و نظریات داهیانه بدن میدونن این،, این واقعا خودش نشون دهنده باز بودن ذهن شاهزاده است که چطور به دانشمندان بها میدن و به اونا و به صلاحیت اونا این اهمیتی میدن که از اونا بخوان که طرح ارائه بدن و دیگران رو هم رهبران اپوزیسیون رو هم رهبران جمهوری اسلامی رو بعد به چالش بکشن که آیا شما حاضر این طرحایی که حالا دیگه امروز وجود داره رو انجامش بدین به نظر من این یک واقعا به نظریه و یک ابتکار عمل بسیار هوشیارانه است که مشت خیلی ها رو باز خواهد کرد آره. و که کی واقعا ا... به علم اعتقاد داره و کی نداره بله بل ولی یک کم به اون صحبت که شما الان دارین میگید و اون طرح و برنامه هایی که شاهزاده رضا پهلوی داره برای آینده ایران یکم با هم مغایره به دلیل اینکه به نظر میرسه یک کسانی باید برن دولت جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنن و بعد پروژه هایی که کوگنوس تهیه کرده برای دولت آینده و بعد برن و اینو اجرا بکنن اون چیزیه که ظاهرا از فهوای کلام آقای پهلوی میشه فهمید ولی شما بحثتون اینه که این یک مجمع علمیه برای طرح و برنامه های علمی و مشکلات جامعه ایران که هر موقع هر موقع میشه ازن استفاده بشه و اجرا بشه یعنی این که مثلا فرض کن طرح آب رو شما در نظر بگیرید که یک طرح خیلی خیلی عاجل و جدی جامعه ایرانه حالا شما اگه طرح و برنامه داشته باشید برای آب حالا اینو موکول میکنین به این که یا آقای پهلوی موکول میکنن به این که این دولت آینده تشکیل بشه نظام جمهوری اسلامی فرو بپاشه تا بعد مثلا این طرح اجرا بشه و مردم آب گیرشون بیاد ببینید شاهزاده رضا پهلوی همطوری همونطوری گفتم به علم اعتقاد دارن همین در مورد مسئله آب بزنید به طور مشخص درباره آب صحبت بکنیم یکی از کشورهایی که در مورد آب در مناطق خشک مثل ایران کارهای درخشانی کرده در ظرف 70 سال گذشته اسرائیل ما با دانشمندان اسرائیلی وصلیم من با هم همکارانی دارم توی اسرائیل که در رشته آب عضو گروه ققنوس هستن و تمایل به همکاری دارن همکار ایرانیان یهودی توی اسرائیل و شهروندان اسرائیل که غیر ایرانی هستند اینا با واقعا با یک استقبال عجیبی ما از جانب اینا آشنا شدیم و, و مواجه شدیم که اینا میخوان کمک کنن که مسئله آب ایران حل بشه چرا جمهوری اسلامی نمیتونه از همکاری دانشمندان اسرائیلی بهره بشه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یک ایدئولوژی داره که این اید... در این ایدئولوژی اسرائیل یه جایگاه خاصی داره و نمیتونه که با از دانشمندان اسرائیلی و از دوستی با ملت اسرائیل بتونه بهره بشه ما میخوایم نشون بدیم که چه قیمتی ملت ایران داره برای این خصومت بی و این خصومت بی موردی که جمهوری اسلامی هدف اصلی سیاست خارجی خودش انشون داده رو کرده رو این برای ملت ایران داره ما این اعداد و ارقام رو به ملت ایران ارائه خواهیم داد بنابراین به وسیله کارهایی که توی قغلوس میشه ما سطح توقعات و سطح مطالبات مردم رو بالا میبریم ما به نظر ما اون گره ای که الان در درون جامعه ایران جامعه ایران دوچاره شده و این نبردی که بین ملت و رهبران و دولت جمهوری اسلامی وجود داره به خاطر سطح توقعات مردم یه مقداری به جلو نمیره یه مقداری کند شده ما سطح توقعات مردم و سطح مطالبات مردم رو به اونجا میبریم که مردم ایران بدونن که واقعا لیاقت دارن که از یک جامعه مثل جامعه اروپا و تمام جامعه آزاد امریکا برخوردار باشن که موقعی که ما بتونیم به این امر مهم دست پیدا بکنیم به این به این هدف مهم دست پیدا کنیم که اکثریت مردم ایران رو قانع بکنیم که اینا از چه لیاقتی برخوردارند چه ثروتی برخوردارند من فکر میکنم که این مسئله تصادم و واقعا مقابله نیروهای بین حکومت و ملت به سرعت حل خواهد شد یعنی به عبارت, ب... عبارت, دیگه آقای کرگرلو شما به نوعی با اینکه میگید که ما به حال کار ما سیاسی نیست و صرفا علمیه ولی در خدمت سیاست هستید به این دلیل که شما الان با صحبتو که الان گفتید اینه که شما سطح توقعات مردم رو میبرید بالا و مردم دیگه حاضر نیستن تمکین بکنن به این وضع موجود و فرمان بارداری بکنن از رژیم موجود به دلیل اینکه احتیاج دارن که به حال رفته بالا اون چیزایی که شما براشون پیشنهاد و طرح برنامه دادید میخوان عملی بشه دیگه یعنی به عبارت دیگه رژیم رو سرنگون میکنه از درون فرو میپاشونه این اقدام بدون اینکه قبل از اینکه ما اعلام موجودیت بکنیم در ایران شروع شد این اقدام از روز بعد از تاسیس جمهوری اسلامی شروع شده مردم نارضایت هاشون از جمهوری اسلامی و عدم مطابقت اهداف جمهوری اسلامی با شعارهای انقلاب رو به سرعت فهمیدن و هر روز که میگذره این مسئله براشون روشنتر روشنتر میشه ما منتها همونطوری گفتم کار ما روشنگریه کار ما ایان کردن واقعا مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره و نشون دادن اینی که هیچ مشکلی نیست که در درون ایران وجود داشته باشه و براش راه حل ایرانی وجود نداشته باشه البته این راه حل ها لازم هم نیست ایرانی باشه برای این که جامعه جهانی حاضرن با ایرانی ها همکاری بکنن به شرط اینکه این کسانی که با تمام دنیا دشمنی دارن پاشونا از میدون بکشن بیرون ما معتقدیم که واقعا اگر شما بخواید که کار آموزشی را برنامه‌ریزی سیاسی بهش بدین اون موقع دیگه واقعا ما از سیاست یک معنی بسیار وسیع درست کردیم که حتی نفس کشیدن هم سیاسی میشه ما اگر سیاست به اون معنی که در اکادمیک و در دنیای دانشگاهی و در دنیای واقعا روشن فکری بهش برخورد میکنن سیاست بدون بازوی اجرایی هیچ مفهومی نداره و ما بازوی اجرایی نداریم ما یک اندیشکده هستیم که متخصصین ما فقط قابلیت شناخت مشکلات و ارائه حل دادن همین و از تمام گروه ها هم میتونن در درون ما وجود داشته باشن همونطوری که دیدین در اعلام وجودیت ما برنامه اعلام وجودیت ما ما از یک گروه و یک طیف سیاسی برخوردار نیستیم یعنی از تمام شرکت کننده های آدمایی که به طیف های مختلف اپوزیسیون تعلق دارن در درون ما هستن این نشون دهنده غیر سیاسی بودن ماست بله البته تل... ما در... آقای در این نیست که جامعه ایران دچار مشکلات بسیار زیادیه و تا به حال هم در چهر سال گذشته نه فقط خیلی از مشکلات جامعه ایران رو حل نکردند بلکه بر مشکلات بیشتری هم اضافه کردن مشکلات بیشتری هم به مشکلات موجود اضافه شده در جامعه ایران و حالا در این شرایط هر سازمانی به ابتکار هر شخص و هر گروهی که بخواد طرح و برنامه برای آینده ایران بده تردیدی نیست که این به حال قابل ستایشه ولی مشکل و مسئله اصلی و سالی که ایجاد میشه اینه که این چطور بایست این عملی بشه این طرحها شما الان گفتید اگر که حاکمان سیاسی جامعه ایران و حاضر نیستن اگر و برنامه‌ای در خدمت بقای نظامشون نباشه اجرا بکنن بنابراین این تر معلق خواهد مون تا زمانی که به حال یک اتفاقی بیفته که طرح شما قابل اجرا باشه یعنی باز عملی نیست لاقل برای کوتاه مدت عملی نیست بله من فکر کنم این سوال شما رو به چندین مورد مختلف جواب دادم ولی اجازه بدیم برای اینکه روشنتر کنم مقصد خودم رو و جواب خودم رو یک مثالی برای شما بزنم فرض کنین که شما دارین در مورد یک زن و شوهری صحبت میکنین که یک شوهر ظالمی که به زنش ابیوز میکنه و کتک میزنه و به انواع و اقسام اجهافات و ظلم رو به او روا میداره این خانم تا زمانی که ندونه که براش یک م... ج... جاهای بوده. یک مراجعی وجود داره که بتونه واقعا تظلم خواهی بکنه یک کسانی هستن که میتونن بهش کمک بکنن و یه حقوقی داره و خارج از این زمین خارج از این دنیایی که جهنمی که این شوهر براش ساخته این خانوم میتونه هم مقبولیت داره برای انسانهای دیگه برای مردهای دیگه برای جوامع خودش رو بتونه آزاد بکنه خودش بتونه به عنوان یه آدم حرفه‌ای زندگی بکنه تا زمانی که ها برای این خانم روشن نباشه این خانم به این زندگی جهنمی تن در خواهد داد ما اون آلترناتیو ها رو برای جامعه ج... جامع ایران مردم ایران اون زن واقعا مورد ظلم قرار گرفته هستند و در حال حاضر فکر میکنن که دنیا اونا رو فراموش کرده فکر میکنن که ابرقدرت ها به زد و بند های خودشون مشغولن و حاکمان جمهوری اسلامی هم دارن از این خان نقمت که به چپاول میبرن واقعا سرمست از پیروزی هستن و همه دنیا ملت ایران رو فراموش کرده ما میخوایم به ملت ایران این پیام بدیم که ما فراموشش رو نکردیم با وجود اینکه همه اعضای ما چندین و چند سالی که خارج از کشور زندگی میکنن ولی ما دلمون برای ایران میتپه هر روز در مورد فکر میکنیم و دلمون میخواد این تخصصی که یاد گرفتیم هر چیزی که بلدیم رو در خدمت رها شدن جامعه و کشورمون و اطلاع ایران و رسوندن ایران به اونجایی که همون اهدافی که من اعلام کردم مثل ساختن بزرگترین میدان انرژی دنیا در کویر لود یا تبدیل ایران به یکی از پنج مقصد توریستی دنیا اینا اینا اهداف بلند پروازانی نیست جناب فانی بلکه اهداف کاملا قابل دسترسیه و ما هم امکاناتش رو داریم و هم منابع انسانی و منابع مادیش رو داریم که بتونیم به این مهم دست پیدا بکنیم به شرط اینی که اون مانع بزرگی که الان بین ما و یک ایران خوشبخت وجود داره از بین بره خیلی متشکرم آقای الهیار کنگرلو از شرکتتون در برنامه ممنون از شما خیلی متشکرم از وقتی من دادیم.